اطفال بی دفاع ترین قربانیان جنگ هستند. اطفال یتیم و بی سرپرست یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی افغانستان پس از جنگ است. آنها بیش از همه به آموزش، آرامش و صحت نیاز دارند. در ولایت لوگر هزاران طفل یتیم زندگی می کنند که فقط برخی از آنان موفق شدند به این سرپناه مکتب خالد بن ولید دسترسی پیدا کنند. این مکتب در دوران طالبان تأسیس شده است و تا امروز پناهگاه صدها طفل یتیم و بی سرپرست لوگری بوده است. صرف در اینجا اطفال یتیم ثبت نام شده در پولوی زوغ نرم فیلی دولت که است، یک تعداد اطفال معیوب، یک تعداد اطفال که به سرپرست باشه مثل پدرشون متاد باشه، این هم در این نرم گجایش داره که ما یک تعداد از بارم جسر کده. اکثریت اطفال در اینجا والدینشان را در زمان جنگ شوروی از دست دادند، اما برخی از آنان مانند سمیع الله پدرش جدیداً کشته شده است. پدر ما این چی بود؟ ملا بود، در گردیز بود اونجا امریکا. در پیش وقت یک هشت سال پیش در بم انداخت، همون در مواجد دیگه در اونجا شهید شد. معلمین این مکتب برخلاف دیگر مناطق افغانستان نمی توانند یونیفرم داشته باشند و با لباس محلی به صنف حاضر می شوند. آنان باید در کنار دیگر مزامین به دروس دینی نیز بپردازند، مانند این معلم که درباره معجزات حضرت عیسی برای شاگردانش توضیح داد. اما در کودکستان شهید سعدیه کسی یتیم نیست. در اینجا اطفال خردسال و شادی را میبینیم که درباره آینده و آرزوهایشان صحبت میکنند. میخوایم نیشون مجزنه شد و مردم خدمت کنیم، کار کنیم، کمک کنیم تا کمکتر ما خوب. خانم بی بیاجی مدیر کودکستان است. او سال هاست که نگهداری از کودکان و تعلیم آنان وظیفه اوست. اینمی وظایف طفلا را آرام میکنیم، شیر میتیم، برشوخی نمانیم، یکان درسشان هم میتیم، اشتکار کلاناش درس یاد بگیره، رضاش آرام میکنیم. ما از سیما میگیریم طفلا را تا شش ساله را ما اینجا تربیه میکنیم، بل با مکتب مسپاریم شانه. کودکان نسل آینده افغانستان هستند. آنها به توجه نیاز دارند تا بتوانند سرآغاز نسل صلح شوند و نه اینکه ادامه نسل جنگ.